سال 1309 در لاهیجان متولد شدم. ایام کودکی نوجوانی رو در همون دیار زیبا رویانگیز سپری کردم. خاطراتی که از اون دوران مونده، چون اون موقع دفتر مدرسه حتما 7 ساله مطرح نبود، من تقریبا 8 ساله بودم با خواهرم که 7 سالش بود به مدرسه رفتیم. یه ساختمان قدیمی در لاهیجان بود، یه سالن بزرگ داشت، 40-50 نفر از بچه ها تو اون کلاس جمع بودیم. خلاصه روز اول هم برنامه نبود، ما پوسترم سر رفت، نمیدونم چجوری بود، یه مداد کاغذی در آوردیم و شروع کردیم به برای خودمون نقاشی. یه مفسر بازار گذاشتیم به خانم معلمی داشتیم، گفت خانم معلمی داره نقاشی میکنه، بابا بیا بیرون. اومدیم بیرون، خلاصه گفت چرا نقاشی میکنه، خلاصه گذاشتیم پایین دست نگه داشت. 7-8 تا که بودستی نوشیجان کردیم در سن 8 سالگی. این خاطره برام از این جهت عرض میکنم که نشون میده که من از اون زمان شوق این کار در وجودم بود. خلاصه طبیعت شمال مخصوصا لاهیجان، نمیدونم دیدین یا ندیدین، جزو زیباترین نقاط ایران و حتی عالم باید باشه، چون متاسفانه هنوز شناخته نشده. مخصوصا عمق شهر لاهیجان بسیار دیدنی است. خلاصه همینجور چشم که باز کردیم همش زیبایی و عشق و سرسبزی و از این داستان ها بود و بدون اختیار توجه به طبیعت. خونه بزرگی داشتیم، پدرم خیلی عاشق طبیعت بود و انبای پرندگان و حیوانات تو خونه ما بود، از جمله آهو داشتیم، گو داشتیم، اسب کتبونی داشتیم. اینا خیلی برام جالب بود، گاهگذاری از اینا طراحی میکردیم و حتی آهو اصلا میومد توی زندگی ما. طراحی دارم که از گوشه خونه ما از اینا طراحی کرد. به معنای حقیقی و به معنای مجازی در آثار حسین محجوبی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. تابلوهای او با آن محرکهایشان به آن گونه نقاشی نسبت می برند که از منطقه جغرافیایی معینی الهام می گیرند. او بر اساس شیوهی بسیار شخصی، بیان که به جنبه های نقاشی معاصر بیندیشد، سخن خیش را می گوید. جای دیگه ای که خیلی برام خاطر انگیز بود و اثر فعالاتی گذاشت، خونه پدر بزرگم بود که ساختمان قدیمی دوره قاجاریه. این بنا با برادرهای دیگه فامیلشون 7 بنا بود که با هم ارتباط داشتن برای کارهای مذهبی. تون لاهیجان خیلی گسترده بود و بسیار برایشون اهمیت داشت و حتی از این تعزیه‌اینا پدر بزرگ پدرم به اصطلاح اساس این کار تقریبا توی لاهیجان دستون بود. یک اتاق این وسیله نمایشی تزیینا داشت، پرده‌های خیلی بزرگ و زیبا برای همون صحنه‌های عاشورا و اینا. به هر حال اون خونه سقفش نقاشی بود، دو تا سالنش بزرگ کوچیک. بسیار هم برام خاطر انگیز بود با ویترای زیبای قدیمی ارسیا به اصطلاح بهش میگفتن. همینجور همه جا احساس خوبی از جهت دیدی که به طبیعت داشتیم، همینجور نقاشی شروع کردیم تا کلاس تقریبا 7-8 دیگه. یه ذره خطاطی هم سعی کردم یاد بگیرم. بعد دیگه 11-12 سالگی سعی میکردم برای مغازه تابلو بمیزم، که در 19 سالگی 20 سالگی که اومدم تهران تیه تقریبا خرج خودم رو با همین تابلو نویسی برای مغازه ها در می آوردم. درخت‌های محجوبی بیش از این در تنهایی و بی‌حوصلگی‌شان متفکر و مردد نیز هستند و بیننده هر لحظه طوفانی را آرزو می‌کند تا این تردید زده‌های شبه‌گون را به حرکت وادارد.
درخت اصل و زمینه است، اما ترکیبی که محجوبی از رنگ، اسب و گل می آفریند دیگر درخت نیست، دیگر تابلوی نقاشی نیست، کلیت زنده واقعی است که از قاب در می آید و در درون بیننده هیجان و شگفتی و تردید می آفریند. لاجان که بودیم آرزو داشتیم که بیایم تهران، دیگه مثل الان همین آرزوی همین جا ایران تهرانه. و اثر اتفاقی خیلی شیرین به وسیله مرحوم دکتر مشتهدی رئیس دبیرستان البرز، ما اومدیم شبانزی البرز در سال 1329 که الان خدمتتون هستم، 55 سال پیش دقیقا. و تهران اون زمان که میدیدم، الان نگاه میکنم اون زمان خیابونا خیلی محدود درشکه این برمور میرم، غیر از ماشین خیلی کمی زیاد درشکه داشتیم، هوا بسیار خوب، نو ساختمان ها بسیار منطقی، یه شهر جمجور و ترتمیز و حتی خیابون های فردوسی و سعدی و از کنم که حافظ کفش از این سنگ های داغون بود که کفش سنگ بود که درشگاه می رفتن، صداش تو گوش ملا هست، چون سال 29 آمدم تهران برای عمل لوزه یادم هست. خلاصه ضمن تحصیل در دبیرستان البرز مرتب به دانشکده هنر زیبا هم سری میزدیم، اونجا میرفتیم، بعضی افراد میشناختیم از سهراب سپهری، دوستای دیگه ارتباط داشتیم. خلاصه فارغ التحصیل شدیم، چند جا کنکور دادیم، اون زمان هم همینجور مشکل بود، چند جا قبول شده بودم، پدرم دوستاش حتما مهندسی و نمیدونم از این حرف، من البته دوست داشتم، اون دوست نداشتم، ولی دوست داشتم نقاشی. دانشگاه هنرهای زیبا اون موقع معماری و نقاشی یه طراحی از آنتیک بود، نگاه میکردن کسی که نقاشیش بهتر بود میرفت نقاشی، طراحیش بهتر بود میرفت معماری. خلاصه اومدیم اونجا و با وجودی که خیلی دوست داشتم، پدرم میگفت که اون موقع با نقاشی که نمیتونی زندگی کنی. خلاصه کلاس های معماری رفتیم، تئوریاش و استاتیک و نمیدونم ساختمان و نقشه برداری از این داستان، پیشبینیش درست بود. سال سوم دانشکده که بودم، اون خیلی طرحی که می‌دادم، مخصوصا طرح اسکیس سروزه داشتیم برای معماری گازی کمک می‌کردم، بلافاصله اونها یک مانسیون می‌گرفت. تو دانشکده معروف شده بودیم. سال سوم دانشکده هنر، سال سوم دانشگاه دوستای توی شهرسازی شهرداری تهران درست شده بودن برای سامان دادن تهران. یه شهرساز آلمانی بود، 60 سال انگلیسی چیز آمریکایی، هم جزو این گروه سال 1336 مشغول شدیم و هر سون برای تهران انواع اقسام طرح داده می شد. هنر محجوبی همچنین در طریقه خاص کاربرد رنگ نهفته است. یکی از تکنیک‌هایش به کار گرفتن گرد طلا است که عمقی درخشنده و ظرافتی عظیم را به تون‌ها می‌بخشد. شیوه او در تغییر درجه تون‌ها و تنوع‌ها و دگرگونی آنها، تابلوهای او را از دقت و ظرافتی که خصلت یک شعر محکم را دارد می‌آکند. تابلوهای محجوبی همواره در سلسله واحدی از رنگ‌های طبیعی قرار دارد. سبز آبیگونه، قرمز نارنجیگونه، نارنجی طلایی که شدت ظریف این رنگ‌ها آزادانه افزایش یا کاهش می‌یابد، اما نسبت‌هایشان همواره به مشاهده عینی بستگی عمیق دارد و این به پرده‌ها مایه غریبی از حقیقت بی‌واسطه می‌بخشد. نقاشی جدید فیگوراتیو از این حقیقت دیگر پیامی برای ما نمی‌آورد. بله، اون زمان بیشتر نوع ساختساز دانشکده هنرهای زیبا بیشتر فرانسه بوده، اساتید هم بیشتر اونجا بودن، اساتید معروفی که داشتیم مرحوم فروغی بود،
آقای خیایی بود، فرمان فرما بودن، من اسم مایدعت بودم، افتان دلیان بودن، اساتید دیگه هم قسمت استاتیک آقای سانهی بودن، چیز ساختمان استاتیک مرحوم داوری بودن، قسمت نقاشی هم استاد ایدریان شاخصترینش بودن، استاد حمیدی بودن، استاد جواد پور بودن، یه خانم فرانسوی امین فر داشتیم. به هر حال سیستم آموزشی تقریبا یا تقریبا اروپایی فرانسوی بود، اون مبنا بود. و تفاوت هم که بالا هست که همه جا دانشگاه یه جایی است که آدم میاد یه الفبا رو یاد میگیره، بعد مایش هر کسی تو هر رشته داشته باشه، از جمله نقاشی معماری هم اون همه نقاشا معماری که ما داشتیم خیلی کم تونستن پابرجا باشن، سابسک باشن. اونایی که معروف شدن واقعا کاراشون خیلی خوب بود، یعنی نمایشگاهی که در سال 1973-74 در سوئیس برگزار شده بود، یه بازار مکاره بسیار بزرگی هر سال در سوئیس برگزار میشه، یه همون بازل میگن بال، ایران هم در اونجا شرکت داشت. چیز خیلی جالب، بهترین جا رو ایران گرفته بود، ورودی اون نمایشگاه گرفته توی ساختمان 4 طبقه بود، تمام گالری‌های معروف دنیا اونجا برنامه داشتن، بزرگترین آرتیست ها کاراشون اونجا بود. به ایران هم اولین بار به این شکل و مردم اصلا می‌دیدن تعجب‌آور بود براشون، چون همش فکر می‌کردن ما مینیاتور ما داریم مثلا. هر نقاش دوستش احساس کرد، دید که تمام هنرهایی که معروف هستن باید یه چیزی ویژگی کارش پیدا بکنه. نتیجتا من تمام سبکای معروف دنیا رو از این اسمایی که همه میدونیم، کوبیسم و امپرسیونیسم و رومانتیسم و کلاسیسیسم و از این چیزا تا سوژه فوق مدرن، این جستجوی کردیم. ما اصل اون اولین نمایشگاه بود در باشگاه مهرگان در سال 37 شکل گرفت. بعد تقریبا سعی میکردم که عقب یه چیز ویژگی تو کارم باشه، یه نمایشگاهی از کل شمال مخصوصا گیلان داخل خارج برپا کرده بودم. یه گاری اون زمان به اسم گاری سبا تو خیابون سبا جنوبی ساخته شده بود، مرحوم شهبق و آقای موفقه مدیرش بودن. اون نمایشگاه برگزار شد، از جمله بیننده های اون زمان ما مرحوم آل احمد و سیمین خانم بودن که سیشو بردن. یه سری از کارام درخت های تبریزی شمال بود که اونجا خیلی شاخص، الان بغل اسکنم که باقای چای یا مزاره میکنن اینا، چون سری رشد برای استفاده ای که برای توب کبریت و تخته برای میبجات اینا عزیز، این خیلی در 11 سال رشد میکرد و این فرمی که از پایین به بالا میرم، اصلا که میرفتم طبیعت تماشا میکردم، پایین نمایی میزدم، بی اختیار آدم به طرف بالا میکشم. یه مقدار دیگه از آثارم برای این مبنا کار میکنم که اون عظمت عالم هستی جلو چشمم هست، اینجوری که الان دانشمندان پیدا کردن میگن تمام عالم از اتم درست شد، اون حرکت پروتون الکترون دور اون هسته مرکزی چیز خیلی شگفت انگیزی است که این توسعه پیدا میکنه، میرسه به کهکشان ها، واقعا خیلی برام شگفت انگیزه. بس کل عالمو
سرشار از زیبایی حرکت می‌بینم. هیچ جا سکون نیست، هیچ جا دیفنواخت نیست، همه جا زیبایی است، همه جا جلاله، جماله. و تکنیک کارم می‌جوریست که اون طبیعت رو واقعا آدم پاک می‌بینه و فضاهای آثارم همیشه سرشار از اکسیژن و هواست که بیننده اون خستگی که از اثر ماشین ماشینیزم داره تو فضا هم تقریبا نمیبینیم. یه علت اصلی فضا هم که میکشن به این شکل هست به همین علتی که نیاز انسانی که از طبیعت دور شده، آنچنان این زندگی ماشینی اینو از طبیعت خیش به زور کرده که اصلا نمیفهمن چجوری زندگی میکنه. شادی ها، عشق و مستی که در بقیه موجودات آدم میبینه از انسان مثل این که خیلی دور شده. و این احساس میکنم یک داستان غم‌انگیز است که انسان در این چنبره ماشینیسم خرد شده و خرد داره میشه. اگه ادامه پیدا کنه معلوم نیست به کجا میرسه. توی سوژه‌ای که من کار میکنم از کدام بیشتر درخت و اسب و یک آگذاری، یه مجموعه از ساختمان‌های تقریبا با معماری متین گذشته با شرایط اقلیمی، هر تابلوی رو اساس ترکیب تابلو باید مرکزیت داشته باشه، دومینانس میگم به اصطلاح. نتیجتا یه جای تابلو قبل از همه به چشم میاد و دلیلش هم اینه که باید به اونجا متمرکز بدم، به اون سوژه اصلی رو بیننده بلافاصله پیدا بکنه. استاد تو بعضی از آثار شما که منظره هست و ما اسب‌ها رو می‌بینیم، اسب‌هایی رو می‌بینیم که دور هم جمع شدن و این یه حالت معنوی خاصی داره. راجع به این اسب‌هایی که جمع شدن برامون صحبت می‌کنیم و اینکه علتش چیه؟ من بعضی از این صحنه‌های مرکزی تابلو سه تا اسب می‌ذارم، یه اسب ماده، یه بچه. این تم حیاتو به این شکل به بیننده القا میکنم. نتیجتا یه مقدار از آثار بر همین تفکر ساخته میشه. این سوال شما جوابش اینه که همون تم حیات و جاودانگی حیات و شادابی حیات در همه کارام سعی میکنم و زمانهای مختلف به کمپوزیشن‌های مختلف به نمایش بذارم. این حالت جذبه عالم هستی جلو چشم و این زیبایی که در خلقت عالم هستش سعی میکنم یه جوری بیان کنم، ولی گفتن من کجا و عظمت عالم ایش قابل قیاس نیست، ولی شگفت انگیزه. خطوط و قلمگیری هایی که تو آثار شما هست یک نوع از حال و هوای قلمگیری های مینیاتوری به خصوص آثار رضا عباسی و ماین مصور هست. خواستم ببینم این به مرور زمان تو کاراتون پیدا شده یا از اون ابتدا توجه داشتید به این نوع قلمگیری؟ دیگه نیاز به گفتن نیست. هنر ما تو دنیا میشناسن مینیاتور بوده. طبعا نقاش هم که بخواد از این منطقه خودنمایی کنه باید به گذشتش توجه داشته باشه. من سعی کردم که اون ظرافت مینیاتور ایران که دنیا معروف هست تو کارام باشه، منتها با زبان رنگ روغن که بسیار دشواره. یعنی شما ابعاد بزرگ تا کوچیک، من تمام سطوح تابلوها رو 5 بار همیشه کار میکنم. یعنی تکنیکی است که به دلیل اینکه میخوام بگم طبیعت پاک و زیباست، شما با وجودی که 5 بار روی این تابلوها میبینید کار شده، هیچ خطر رنگ توش نمیبینید. درست همون حالت از خودم رنگ هایی است که بطور شفاف کار شده و دوتا از خودم نیت دارم. یکیش همون که فرمودین ظرافت هنر ایرانی که همون مینیاتور بود و نوع قلم گیری که باز مال مینیاتور ماست که من اینا رو با قلم های دوسته با قلم بود دونه دونه اینا رو قلم گیری میکنم. نتیجتا برای بیننده این فکر میکنم براحتی مشخصه که این همون سبکیست که به گذشته ما ارتباط داره. من هم سعی کردم که اونو به حد توان خودم حفظش کنم.
آثار شما هر جا که رنگ تیره ای هست دقت که میکنیم بینیم از ترکیب چند تا رنگ این رنگ به دست اومده و شما از رنگ سیاه استفاده نکردید. راجع به این برای ما توضیح میدید. میدونید که رنگ سیاه گورستان رنگ ها میگن، رنگ سفید مادر رنگ ها. نتیجتا چون این گورستان رنگ ها رنگ سیاه ترکیب همه رنگ هاست، با رنگ های دیگه بخواین ترکیب کنین فسید بکنه رنگ ها. نتیجتا اون تمیزی طبیعت، سلا پاکی طبیعت رو متاسفانه اگه کار بکنین کارتون کدر. به همین دلیل رنگ سیاه استفاده نمی کنه. تو همین کارهای اسطوره‌ای من دوتا اسب سفید سیاه هستش. تو اسطوره‌ای ما اسب سیاه با یال دم بریده مظهر خوشسالی، قحطی، بدی، زشتی است. اسب سفید مظهر خرمی، زیبایی، خرد، دانایی است و همیشه اسب سفید برنده میشه چون خرد قدرتش بیشتر از ایرانگری است. کار او این است که فریب مکتب‌ها و نام‌ها را نخورده، سر در کار خیش است و به دنیای کوچک خود فروتنانه بسنده کرده است. مدیون خیش است، نه شریک دیگران. اگر شتاب و گوناگونی و دگرگونی در کارش نیست، اما در قلمرو خیش نگران و متفکر ایستاده است و این درنگ و تفکر چه بسا که او را ایستا می نمایاند. و این بیت حافظ را یادآور می شود: اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو، حالی من اندر عاشقی داد تمامی می زنم. جز از این را نمی تونم اون عمق و زیباییش رو نشون بدم. و بهتر خیلی سریع می شه آدم یه درخت اینا بکشه، ولی این اثری که این نقطه ها بقیل هم میذاره، اثر رنگ ها با هم، کنتراست رنگ ها با هم و حضور امپرسیونیسم، اثر رنگی رو برای بیننده بیشتر نشون میده و تقریبا درخشانتر نشون میده.